سلام یارم، خوش آمدی. امروز یه شعر نو داریم از آقای حمید مصدق، ولی قبلش مثل همیشه با نفس، توجه به نفس و آرامش. فضا ساختید، زمان رو آماده کردید، مکان برای شما الان راحت و آماده است و میتونیم با هم شروع کنیم. با نفسهاتون آرامش رو از بالای سر آرام آرام به تمام بدن هدایت کنید. هر جا که گرفته است، نفس و لب شما در اونجا داره اینهیل اکسهیل دم و بازدم میکنه. به این طریق آرام تر میشه. یه شرح حال کوتاه دو خط که آقای حمید مصدق در 9 بهمن ماه 1318 در شهرضا به دنیا اومد. لیسانس حقوق و فوق لیسانس اقتصادشون رو فکر میکنم تو کشور اروپایی گرفتن و بعد هم مدت زیادی در اروپا زندگی میکردن و همون به کار وکالت و کارهای دیگه به این ترتیب زندگیشون میگذشت. منظومه بلند و زیبایی دارن به نام آبی خاکستری سیاه. این منظومه خیلی محبوبه به خاطر اینکه قسمت‌های مختلف این منظومه توسط آدم‌های با دید متفاوت استفاده شده و همه این ورد زبانشون شده و از لنزهای مختلف میشه به این نگاه کرد. این شعر در 1344 گفته شد و بعد من در سال 1000 یک کمی دارم داستان براتون امروز میگم. من در سال 1349 رفتم دانشگاه، ازدواج کرده بودم، 20 سالم بود و فرزند اولم رو داشتم و رفتم دانشگاه ملی. این طلب و عشق و آتش عشق و زیبایی مثل که همیشه در من بود، برای اینکه من اون روزها چیزایی رو که میشنیدم از استادها نوش میکردم، مینوشیدم و میدیدم که دوستام و اینا همه به اونا ازدواج نکرده بودن. بیشتر کلاس منتظر بود که کلاس تموم شه و ما دانشکده ادبیات بالای تپه بود و منظری زیبایی داشت، درخت‌های بید مجنون، گلکاری، اصلا تپه‌های پشت تو قسمت اریم به نهایت زیبا بود، غروب آفتاب. حالا فکر کنید یه همچین منظره‌ای رو از پنجره بزرگ کلاس داری نگاه می‌کنی و این استاد داره درس میده. من اصلا اون موقع تو ملکوت بودم، یعنی تو بهشت بودم واقعا. مست برمیگشتم و یه روز از این روزا شلوغ بود و دیدم یه عده‌ای دارن مثل تظاهرات تو دانشگاه ملی. گفتم داستان چیه؟ گفتن شهریه ها اون موقع 50 سال پیش بود، شهریه بود 4000 تومن، خب زیاد بود اون موقع. گفتن ما این تظاهرات برای اینه که این شهریه رو کم کنیم.
گفتم چه دلیل خوبی، خب منم میام. استادا میدونستن که من یه پسر یک ساله دارم. در نتیجه وقتی که داشتیم همینجوری اونا پلاکارد گرفته بودن و ما هم دنبال اونا و این شعر رو میخوندیم که من اگر بنشینم تو اگر بنشینی چه کسی برخیزد، من اگر برخیزم تو اگر برخیزی همه برمیخیزم. خب منم میدیدم معنی شعر با اون چیزی که اینا میگن خوب خیلی زیبا بود و جوانم بودیم و کلاسم تعطیل شده بود، کیف میکردیم و اینا. بعد یه کتابخونه داشت پیر لاروس، بالای تپه بودونم، طبقه دوم دیدم استادا از اون بالا دارن این تظاهرات رو نگاه میکنن، منم جز بهشون بودم. دیدم دکتر پیرزاده یادش گرامی استاد ما بود، از اون بالای اشاره به من کرد، گفت بیا بالا. من دو سه تا خیابون با اینا رفتم، بعد رفتم ببینم طبقه دوم کتابخونه پیر لاروس دکتر پیرزاده چی میخواد به من بگه. به من گفت فردوس تو میدونی چه خبره؟ گفتم آره تظاهراته. گفت میدونی دلیلش چیه؟ گفتم آره میخوان شهریه رو بیارن پای. گفت نه، این یه تظاهرات سیاسی، تو سیاسی اگر هستی تو اینا بمون. گفتم نه من این یکی نیستم. گفت پس ادامه نده، تو بچه داری و شوهر داری و من میدونم که طرز فکر تو چیه، ولی چون نمیفهمیدی داری چی کار میکنی گفتم بهت اطلاع بدم. یه قسمت از این شعر رو براتون میخونم چون این یه منظومه بزرگه. چیزی که الان اینو میخونم با این لنز متفاوت بهش نگاه میکنم. چه کسی میخواهد من و تو ما نشویم؟ خانهش ویران باد. من اگر ما نشوم تنهایم، تو اگر ما نشوی خیشتنی. از کجا که من و تو شور یک پارچگی را در شرق باز برپا نکنی؟ از کجا که من و تو مشت رسوایان را وا نکنی؟ من اگر برخیزم تو اگر برخیزی همه برمیخیزند. من اگر بنشینم تو اگر بنشینی چه کسی برخیزد؟ دشت ها نام تو را میگویند، کوه ها شعر مرا میخوانند. کوه باید شد و ماند، رود باید شد و رفت، دشت باید شد و خواند. الان که این شعر رو میخونم میتونم با یه لنز دیگه به این شعر نگاه. چه کسی میخواهد من و تو ما نشویم؟ دوربر رو نگاه کنید ببینید چه چیزی از ارتباط من با قسمت برتر خودم، با هایر سلفم، با سلفم، چه چیزی باعث میشه که من این ارتباط رو نتونم حس کنم؟ چه چیزی در اطراف ما هست؟ میدیا چی میگه؟ اخبار چی میگه؟ سیاست چی میگه؟ کجا باید راست رو شنید؟ چه کسی میخواهد من و تو ما نشویم؟ خانه‌اش ویران باد. من اگر ما نشوم تنهایم. من اگر با سلفم ارتباط برقرار نکنم دیپریشن دارم، انگزایتی دارم، دلهوره دارم، دچار حس‌های پایینم و
با حسای بالام ارتباطم قطعه. از کجا که من و تو شور یک پارچگی را در شرق باز برپا نکنیم. من این شرق رو شرق وجود میگیرم که آفتاب معرفت طلوع میکنه و من میتونم به زیبایی از بعد دیگر بودن خودم که بینگ منه ببینم. شرق وجود، آفتاب معرفت. از کجا که من و تو مشت رسوایان را وا نکنیم. من نگاه میکنم از همه رسواتر منم. مشت من باید باز بشه. چرا؟ چون غافلم، در خوابم، در ایلوژنی که همه دارن میرند منم دارم دنبال اونا میرم، یا اینکه یه تکونی میخورم و شور یک پارچگی را که آفتاب معرفت از شرق وجود میتابه و من میتونم خودم رو ببینم و آرامش و پیس رو تو وجود خودم برقرار کنم و بعد از اون استیت دنیا رو ببینم. ما همه چیز رو داریم یاد میگیریم که دیگران، علت مشکل خودمون رو در دیگران ببینیم، باعث اونا. استادی میگفت کسی که حمله میکنه و کسی که دفاع میکنه هر دو دارن یه کاری رو انجام میدن. من اگر دفاع کنم از هر عقیده‌ای به سختی، یعنی هنوز تو خوابم، یعنی از موضع و استیت بینگ که همه چیز داره با هم اتفاق میفته، بی اطلاعم و دور افتادم. حالا اینجا اینو باید بخونم که اگر من برخیزم، تو اگر برخیزی، همه برمیخیزند. این آفتاب همه جا رو میگیره. من اگر بنشینم، تو اگر بنشینی، چه کسی برخیزد؟ ببینید چقدر قشنگ میشه اون لنز رو براتون تعریف کردم، این لنز رو براتون گفتم. دوستی دارم میگفت فردوس نمیدونم چرا خیلی توی سپریچوالیتی راه معنا کار میکنه رو خودش. میگفت حتی فیلمای عادی رو که میبینم این همه پوینت سپریچوال توشه. آره عزیزم، لنز تو که تغییر میکنه همه چیز معرفته، همه چیز عشقه. میری در سرچشمه و از اون زلال مینوشی عزیز من. کوه باید شد و ماند، رود باید شد و رفت، دشت باید شد و خواند. خدا نگهدار.